شما عزیزان و امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدین. تا به حال شده که درد کمری داشته باشید که ناشی از کمر درد نباشه؟ امروز قصد دارم در این رابطه توضیحاتی رو به شما ارائه بدم. آپاندیس. علائم معمول آپاندیس تهوع، استفرا و درد شدید در ناحیه سمت راست پایین شکم است، ولی در بعضی از افراد آپاندیس به جای جلوی شکم در پشت نزدیک کلیه سمت راست قرار میگیرد و به همین دلیل این افراد درست دردی مشابه انواع کمر درد را تجربه میکنند. آپاندیس وقتی عفونی میشود درد میگیرد و باید بلافاصله به پزشک مراجعه کرد. در غیر این صورت آپاندیس میترکد و عفونت وارد اعضای شکمی میشود که شوک به دنبال دارد و گاهی به مرگ منجر میشود. به همین دلیل اگر چنین دردی داشتید و در طول 24 ساعت ادامه داشت به سرعت به پزشک مراجعه کنید، چون خیلی وقتها عفونی شدن آپاندیس فقط با درد همراه است و حتی تا چند روز ممکن است تهوع یا استفراغ بروز نکند. مورد دوم، دردهای رحمی. دردی که با کشیده شدن رحم به عقب بعضی از خانم‌ها تجربه می‌کنند و درست شبیه به کمر درد ستون فقرات است. این درد هنگام عادت ماهانه و انقباضات رحمی بروز می‌کند. این درد هم به قسمت پشت و پایین کمر می‌رسد و بیشتر خانم‌ها آن را با دیسک کمر اشتباه می‌گیرند. در بعضی از خانم‌ها کیست‌های رحم به ماهیچه و اعصاب کمر فشار آورده و باعث به وجود آمدن درد شبیه به کمر درد می‌شود. گاهی درد پایین کمر به دلیل اندومتریوز به وجود می آید، وضعیتی که در آن بعضی از بافتای رحم بر روی لگن رشد می کند. اگر سابقه چنین دردهایی دارید حتما به پزشک متخصص زنان و زایمان مراجعه کنید. مورد سوم، آورت شکمی. به این بیماری آورت آنوریسم هم گفته می شود و زمانی رخ می دهد که قسمتی از دیواره آورت ضعیف می شود. علت این بیماری دقیقا مشخص نیست، ولی فردی که به آن مبتلا شده داره دردهای شکمی است که به قسمت پشت کمر هم می رسد. این بیماری بیشتر در مردان بالای 60 سال و سیگاری های کسانی که دارای کلسترول بالا هستند دیده می شود. هر دردی در ناحیه پشت کمر در این اشخاص باید جدی گرفته شود. مورد چهارم، پوکی استخوان. این بیماری به دلیل آنکه سالها علائمی از خود نشان نمی‌دهد به بیماری خاموشی معروف است. در افرادی که بیماری علائم اصلی خود را نشان نمی‌دهد کمر درد بیشتر مشاهده می‌شود. این بیماری باعث ضعیف و پوک شدن استخوان‌ها می‌شود. در واقع بافت سفت و سخت استخوان‌ها حالتی پوک به خود می‌گیرد و استخوان به راحتی می‌شکند. پس از شکسته شدن هم ترمیم بافت به سختی میسر است. پوکی استخوان گاهی با ترک خوردگی های همراه است که شخص متوجه نمی شود، ولی همین ترک خوردگی ها باعث خم شدن ستون فقرات و کوتاهی قلب و درد در کمر می شود. اگر شخص در قسمت میانی یا پایینی ستون فقرات درد دارد باید تحت درمان قرار گیرد تا با استفاده از دارو از گسترش بیماری جلوگیری شود. این بیماری بیشتر در خانم ها و پس از یائسگی مشاهده می شود. مورد پنجم، آرتریت. آرتریت یا ورم مفاصل نیز دردهای شبیه به کمر درد دارد. علت آن هم فشار زیادی است که به کمر وارد می شود. این بیماری علاوه بر کمر درد علائم دیگری مثل تورم، خشک و سفت شدن و درد مفاصل دارد. دلیل آن هم از بین رفتن غضروف بین مفاصل است که مثل بالشتکی باعث حرکت لغزان استخوان‌های به هم پیوسته می شود. با از بین رفتن این غضروف بالشتک مانند استخوان‌ها به هم برخورد می کنند و درد و تورم ایجاد می شود. مورد آخر، سنگ کلیه. بعضی از مواد شیمیایی ادرار مثل سیمان به هم می چسبد و کریستالی می شود و سنگ کلیه را ایجاد می کند. وقتی سنگ ها می خواهند از طریق ادرار دفع شوند، به علت حرکت سنگ ها در مجاری ادراری درد زیادی در کمر به وجود می آید. درد کلیه بسیار شدید و مثل یک چاقوی تیز برند است که از کنار شکم شروع شده و به پایین و پشت کمر می رسد. علائم دیگری مثل تهوع و استفراغ، تب و ادرار خونی با این درد همراه است که نشان دهنده که وجود سنگ در کلیه است. این درد یکی از بدترین دردهای کمر است و شخص به منظور جلوگیری از صدمه دیدن کلیه و مجاری ادرار باید هرچه سریعتر به پزشک مراجعه کند.
ممنونم از این که ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک کنید و اگر ما رو تا حالا دنبال نکردید با زدن دکمه سابسکرایب از این به بعد ما رو دنبال کنید.